مراسم بزرگترین سفره سبز رنگ حضرت رقیه سلام الله علیها دوشنبه چهارم صفر سال 1445 بعد از نماز مغرب و عشا در شهر مقدس کربلا همزمان با شب شهادت دختر 3 ساله سید الشهدا علیه السلام از ساعت 20 در بین الحرمین برپا شد. حضرت رقیه سلام الله علیها پنجم ماه صفر قبل از اربعین پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام پس از مشاهده رأس مبارک سید الشهدا در خرابه های شام به شهادت رسید. این مراسم به صورت زنده از شبکه های ششگانه امام حسین علیه السلام پخش شد. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. سفره حضرت رقیه سلام الله علیها همزمان با شب شهادت آن حضرت در بین الحرمین پهن شد و جمعی از زائران به یاد مصیبت های اسرای دشت کربلا به عزاداری پرداختند. بزرگترین سفره حضرت رقیه سلام الله علیها دوشنبه چهارم صفر سال 1445 همزمان با شب شهادت آن حضرت با حضور جمعی از مداحان عراقی و از زائران کشورهای مختلف در بین الحرمین کربلا پهن شد. در این مراسم جمعی از مداحان عراقی همچون مصطفی صراف، محمد فاطمی، حیدر شیبانی، مرتضی حراب و سید محمد توبرجاوی به اجرای برنامه و ذکر مصیبت اسرای کربلا به ویژه ریحانه الحسین علیه السلام پرداختند. در این مراسم همچنین کودکان 3 تا 5 سال با لباس‌های سبز رنگ و سربندهای یا رقیه دور این سفره نشسته و به عزاداری پرداختند. علاوه بر آن در بخشی از بین الحرمین با خشت و گل آماده ی تعزیه شده و نمایشی در این قطر از بهشت اجرا شد و کودکان به یاد شام غریبان شهدای دشت کربلا و مصیبت‌های خاندان اهل بیت علیهم السلام پس از عاشورا اشک ریختند. بسیاری از زائران حرم امام حسین علیه السلام در این روز با حضور در بین الحرمین در مراسم سوگواری حضرت رقیه سلام الله علیها شرکت و از محتویات این سفره همچون میوه و شکلات به نیت شفا و گرفتن حاجت استفاده می‌کنند. سفره‌های نظری را می‌توان تمثیل و نمادی از بهشت دانست که از جهان معنوی بر سطح زمین آورده شده و در اتاق‌ها، زاویه‌ها و در جوار حرم امامان معصوم و امامزاده‌ها به صورت جمعی و مشارکتی تا امروز بست و گسترش یافته است. سفره حضرت رقیه سلام الله علیها در باورهای مردم از سفره‌های بسیار مجرب بوده و برای هر نظر و حاجتی از قبیل شفای بیمار، به سلامت بازگشتن مسافران، خرید خانه، رفتن به زیارت و موارد مشابه گسترده می شود. از وجه تسمیه این سفره چنین برمی آید که نظر این سفره از زمان به شهادت رسیدن امام حسین و حضرت رقیه طی قرن‌های متمادی تا کنون در کشورها و مناطق مختلفی که شیعیان سکونت دارند رایج بوده است. برگزاری این چنین مراسمی مانند انواع سفره‌های نظری، مجالس روزخانی زنانه و مانند آن علاوه بر این که از لحاظ اعتقادی و مذهبی برای زنان مهم است، کارکردهای اجتماعی و اقتصادی نیز در خانواده‌ها دارد. از جمله این که در این گونه مجالس معمولاً صندوق‌های تعاونی کوچکی تشکیل می‌شود که در صورت ضرورت می‌تواند نیاز هر یک از اعضا را مرتفع سازد و برای مشکلات مالی و خانوادگی افراد راهکارهایی اندیشیده شود. مثلا برای تهیه جهیزیه دختران بی‌بضاعت و یا افراد ناتوان مغروض و نیازمند پول جمع کرده و به این گونه افراد که شناسایی کردن پرداخت می کنند. معروف است هنگامی که پس از به شهادت رسیدن امام حسین خاندان آن حضرت به اسیری گرفته شده و به طرف شام در حرکت بودند، در خرابه این نزدیک شام توقف کردند. حضرت رقیه فرزند خرد سال امام حسین به سبب دلبستگی زیاد به پدر بیتابی کرده و با دیده گریان پدر را از عمه خود حضرت زینب سلام الله علیها طلب می نموده است. حضرت زینب از وی دلجویی کرده و برای تسکین خاطر او می گفتند که غم مخور، پدر به سفر رفته و به زودی باز می گردند. در این میان یزید از این بیتابی آگاه شده و دستور می‌دهد سر امام حسین علیه السلام را در تشت زرینی قرار داده
و روی آن سرپوشی گذاشته و به عنوان هدیه برای اسرا بفرستند. حضرت رقیه از عمه خود میخواهد سرپوش را از روی آن هدیه بردارد و او بیخبر از همه جا این کار را انجام میدهد. به محض برداشتن سرپوش، سر نورانی امام حسین آشکار شده و از پرتو آن تمام خرابه روشن می‌گردد. آه از نهاد اسرا برخواسته و حضرت رقیه از شدت غم و اندوه به گوشه‌ای می‌افتد و دست و بدنش سرد شده و جان از بدنش خارج می‌گردد. مرقد مطهر آن حضرت در دمشق هم اکنون زیارتگاه شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام است. علی اکبری، اخبار شیعه.